قابل توجه بینندگان کانال کیوس که در ایران اقامت دارند. با توجه به تغییرات و هشدار سایت یوتیوب مبنی بر بستن اکانت‌های ایرانی و غیر فعال، لطفاً برای جلوگیری از این کار از VPN غیر رایگان استفاده کنید یا حتی مقدور با لایک ویدیو و کامنت گذاشتن از بسته شدن اکانت یوتیوب خود جلوگیری کنید. از همکاری و همراهی شما سپاسگزاریم. عناوین اصلی، نماینده مجلس نظام را زیر سوال برد و چینی ها در حال درو کردن بیت کوین از ایران. به کانال خبری کیوسک خوش آمدید. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. درود بر شما همراهان گرامی، دعوت می‌کنم تا انتها همراه ما باشید. وزارت کشور جمهوری اسلامی تهدید کرده از احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، به خاطر صحبت‌هایش در مورد دخالت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در کشتار مردم در اعتراضات آبان 98 شکایت می‌کند. محمد جواد کولیوند، معاون وزیر کشور، پنج شنبه 19 فروردین ماه 1400 گفته است متاسفانه علیرضا بیگی برای چندمین بار بدون رعایت شأن و منزلت نمایندگی و بدون توجه به روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امنیت کشور که در دستگاه‌های مختلف امنیتی و نظارتی در خصوص تغییر قیمت بنزین و اتفاقاتی که در آبان ماه 98 رخ داد، مجدداً با نشر اکاذیب وزیر کشور را مورد هتک حرمت قرار داد. کولیوند اظهارات علیرضا بیگی را ادعاهای گزاف و خلاف واقع دانست و گفت او از دوره دهم مجلس با مسئله قیمت بنزین با حب و بغض برخورد کرده و موضعی از سر کینه و عناد با وزیر کشور دارد. علیرضا بیگی سه‌شنبه 18 فروردین در تذکری شفاهی به هیئت رئیسه مجلس استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی را ضروری دانست و گفت او صلاحیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 را ندارد، زیرا دستش به خون مردم آلوده است. انتخابات شورای اسلامی شهر روستا هم داره مراحل اجراییش رو طی میکنه. انتخابات ریاست جمهوری از 23 اردیبهشت ماه آغاز میشه. با توجه به حساسیت زمانی این فراز از تاریخ انقلاب اسلامی، من اعلام میکنم که دست وزیر کشور آلوده به خون مردم هست و او صلاحیت این مسئولیت خطیر رو ندارد. متشکرم. بله، تشکر از آقای علیرضا بیگی. در ویدیویی که از صحبت‌های علیرضا بیگی منتشر شد، شنیده می‌شود که بعد از پایان حرف‌های او، شماری از نمایندگان مجلس اسلامی در تایید آن احسنت می‌گویند. اگرچه این تایید به معنی آن است که وی در این موضع تنها نیست، اما آنچه می‌گوید بیش از آن که در جهت صیانت از جان و حقوق مردم باشد، انگیزه‌های انتخاباتی دارد و به جدال درونی حکومت مربوط می‌شود که برای از میدان به در کردن رقبا دست به افشای یکدیگر می‌زنند و پس از انتخابات همگی دوباره بر سر سفره انقلاب می‌نشینند و از مواهب آن برخوردار می‌شوند، به ویژه آنکه احمد علیرضا بیگی یکی از مریدان علی خامنه‌ای در مجلس شورای اسلامی است. در این میان معاون رحمانی فضلی وزیر کشور گفته وزارت کشور بیش از این نمیتواند هتک حرمت‌ها و تشویش اذهان عمومی این نماینده را ملاحظه کند و بی‌تفاوت باشد و به منظور صیانت از واقعیت‌ها پیگرد قانونی نماینده مورد نظر قطعاً دنبال خواهد شد. کولیوند همچنین مدعی شده بیگی متوجه این واقعیت است که در جریان حوادث آبان ماه چه جریاناتی اراذل و اوباش را ساماندهی و در اعتراضات مردمی وارد کردند و افراد را در مسیر جریان انحراف خارج از کشور قرار دادند. او همچنین تاکید کرد در روند تحقق نظم و امنیت کشور، صیانت از امنیت مردم حرف اول را برای وزارت کشور و شخص وزیر می‌زند و برخوردهای جدی با اراذل و اوباش در جهت حفظ امنیت پایدار کشور انجام می‌شود.
محمود صادقی از جریان اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی در یک مصاحبه گفته بود بعد از قتل عام مردم در آبان 98 قصد استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور را داشتیم، اما با هیئت رئیسه مجلس ساخت و پاخت کردند و اجازه ندادند. عزیز من، شما در مورد مسئله بحران هیچ اطلاعی این صحبت که اینجا کردید واقعا ندارید. موضوع بنزین مسبب سران قوا بود، موضوع بنزین شورای عالی امنیت ملی مطرح شده بود، موضوع بنزین در دولت مطرح شده بود، موضوع بنزین خواست کلی کشور بود تصمیم، اما اجرای آن ببینید اجرای آن به این است که دقیقاً سه کمیته فنی، کمیته تبلیغاتی و کمیته مربوط به نفت و انتظامات و امنیت تمام این کارها را پیگیری کردن. شورای امنیت به عنوان مسئول امنیت شاید یک سال، چون بارها این تصمیم به عقب افتاد و یک سال صحبت شد و من به شما عرض میکنم هیچ کس راضی نیست یک قطره خون از دماغ کسی بیاد، ولی موضوع بنزین در پنج شب جمعه انجام شد، در شب شنبه اتفاق افتاد. اگر باز من اینجا از تمام نیروهای امنیتی نظامی و انتظامی که در سر صحنه بودن واقعا تشکر میکنم و اینکه اگر اون اتفاقات افتاد اونم تحلیل خاص خودش رو میخواد، میتونه فرمانده میدان بیاد توضیح بده. ضمن اینکه هم بازرسی هم مجلس در کمیسیون‌های مختلف از جمله در کمیسیون نسل 90 جایگاه مثلا بررسی کردن، بازم بررسی و به اصطلاح صحبت کردن زمینه هیچ جای اشکال نیست، ولی به راحتی اتهام به افراد نزنیم، افرادی که امنیت این کشور رو شب و روز دارن واقعا زحمت میکشن. پاسدار احمد علیرضا بیگی که در مجلس شورای اسلامی 10 و 11 نماینده است، مدرک دکترای امنیت ملی از دانشگاه دفاع ملی دارد و پیش از نمایندگی فرمانده نیروی انتظامی استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس و در مقطع نیز رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و مشاور فرمانده نیروی انتظامی بود. او از آغاز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آن پیوست و در کشتار و پاکسازی مخالفان جمهوری اسلامی در غرب کشور مشارکت داشت و در دوران جنگ 8 ساله با عراق نیز از فرماندهان سپاه پاسداران بود. در دی ماه 1398 خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آگاه درون حکومت جمهوری اسلامی نوشت خامنه ای برای سرکوب مردم دستور داده هر کار لازم است برای پایان دادن به اعتراضات بکنید. اواسط آذر 1398 لیلا واسقی فرماندار شهر قدس قلعه حسن خان سابق در مصاحبه با روزنامه ایران اعتراف کرد که در جریان اعتراضات پس از افزایش قیمت بنزین دستور شلیک به معترضان را صادر کرده است. رحمانی فضلی وزیر کشور در خرداد 1398 در تماس تلفنی با همتای خود در دولت ترکیه معترضان آبان 98 را تروریست خواند و گفت آمریکا به دنبال جنگ داخلی در ایران بود و از تروریست‌ها و دشمنان مردم از جمله منافقین و سلطنت طلب‌ها و سایر معاندین حمایت کرد. البته مطرح کردن این واقعیت که دست امثال رحمانی فضلی و شمخانی به خون مردم آلوده است و دستور کشتار از سوی آنها صادر شده توسط نمایندگی که خودشان در سرسپردگی به نظام و فرمانبری از علی خامنه‌ای گوی سبقت را از هم می ربایند، می تواند تلاش برای مبرا کردن رهبر نظام از مسئولیت در جنایت و نقض حقوق بشر باشد. ولی در مقابل سخنان این مقامات که با انگیزه مختلف از جمله انتخاباتی دست به افشاگری می زنند، اظهارات دفاعی خود عاملان جنایت قرار دارد که به صراحت میگویند تصمیم گیری در مورد برخورد با معترضان در سطوح بالای نظام و دستگاه‌های امنیتی گرفته می‌شود، یعنی جایی که علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه هم تصمیم نهایی می‌گیرد و هم دستور می‌دهد. یک تولید کننده دستگاه‌های ماینر گفته که استخراج بیت کوین در ایران برای چینی‌ها به صرفه است، چون اجازه دارند دستگاه‌های ماینر را
با 1/10 قیمت وارد کنند، اما برای ایرانیان با توجه به قیمت برق و قیمت دستگاه‌های وارد کننده استخراج بیت کوین هزینه بالایی دارد. پس از آلودگی هوا در اکثر شهرهای ایران در زمستان گذشته و قطع پی در پی برق در اکثر استان‌ها، فعالیت مزارع استخراج رمز ارز به ویژه بیت کوین به عنوان یکی از دلایل اصلی کمبود برق مطرح شد. هرچند مقامات دولتی تلاش کردند این موضوع را تکذیب کنند، اما مشخص شد نه تنها مزارع استخراج بیت کوین در ایران فعال هستند، بلکه بزرگترین مزارع در دست چینی ها و همچنین هلندی هاست. یکی از بزرگترین مزارع بیت کوین که گزارش‌های درباره آن منتشر شده، مربوط به مزرعه استخراج رمز ارز چینی‌ها در اطراف رفسنجان است. ابوذر زارعی، تولیدکننده دستگاه‌های ماینر، می‌گوید که در آن مزرعه 50,000 دستگاه فعال بوده است. ابوذر زارعی که خود تلاش دارد دستگاه‌های ماینر برای استخراج رمز ارزها را تولید کند، گفته که در این شرایط و با تعرفه برقی که دولت تصویب کرده، ماینینگ فقط برای چینی‌ها به صرف است که تعداد زیادی دستگاه دارند و دستگاه‌ها را ارزان وارد می‌کنند. به گفته او، استخراج بیت کوین کار انرژی بر است و هر دستگاه به نسبت مصرف خانگی برق زیادی مصرف می‌کند. ابوذر زارعی همچنین افزوده که طبق قانون قیمت برق برای ماینینگ قیمت برق صادراتی است. در این شرایط یک دستگاه 30 میلیونی 300,000 تومان درآمد دارد. با این شرایط برای هیچ کس به صرفه نیست که پول برق صادراتی را بدهد و دستگاه روشن کند، مگر برای چینی ها که مزرعه گذاشتند. این تولید کننده می گوید که استخراج رمز ارز به دلیل شیوه واردات دستگاه ماینر برای چینی ها به صرف است، اما برای ایرانیان به شدت هزینه بر است. اولا تعداد دستگاه های چینی ها بسیار زیاد است و دوما دستگاه ها را خودشان با قیمت بسیار پایین، تقریبا 1/10 وارد می کنند. این برای ما هیچ توجیه اقتصادی ندارد، چون اولا دولت به این موضوع گیر داده، دوما تعرفه برق نامتعارف است، سوما مردم در این مورد سوء ظن دارند. او درباره طرحی که با تصویب دولت در دست اجرا دارد گفته است طرح ما ساخت دستگاه‌های استخراج است. استخراج ارز دیجیتال برای مرحله بعد است. ما با نمونه برداری از دستگاه‌های خارجی قرار است که این دستگاه‌ها را تولید کنیم. هنوز هم در مراحل ابتدایی و ساخت ساختمان کارگاه است. فاز یک ما ساخت دستگاه استخراج و فاز دوم آن استفاده از همان دستگاه است. قرار است تعداد کمی دستگاه استفاده کنیم و نهایتاً 2 تا 3 مگاوات برق مصرفی ما خواهد بود. این کار اصلاً مزرعه نیست. مزرعه به بالای 10,000 دستگاه میگویند. دستگاه‌های ما مشابه دستگاه‌های خارجی است و در تلاش هستیم که مصرف برقمان پایین‌تر باشد که کمکی به این موضوع برق بکنیم. بسیاری معتقدند راه اندازی مزارع استخراج بیت کوین در ایران توسط چینی‌ها در ادامه امتیازهای اتحادیه جمهوری اسلامی به آنها در ذیل قرارداد 25 ساله ایران و چین است. این قرارداد اوایل فروردین ماه امسال از سوی وزارت خارجه دو کشور امضا شد، اما برخی مقدمات آن همزمان با شروع مذاکرات بین جمهوری اسلامی و چین از سال 1394 اجرایی شده بود. حضور چینی ها در بخش معدن در ایران و صید آزادانه کشتی های ترال چین در آبهای سرزمینی ایران از جمله موارد دیگری است که به نظر می رسد به قرارداد 25 ساله مرتبط است. از توجهتون به این بخش خبری سپاسگزارم. فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید.